شام روز پنجشنبه و دقایق پس از تحویل سال نو خورشیدی، پایتخت کشور شاهد حمله هجومی 4 فرد مسلح به هتل سرینای شهر کابل بود. مسئولان وزارت امور داخلی کشور میگویند که 4 مرد مسلح داخل هتل شدند و با استفاده از تفنگچه های دست داشته خود به تیر اندازی شروع کردند. رئیس جمهور کرزی ضمن نکوهش این رویداد حمله بر هتل سرینا و حمله بر هتل لبنیز را یکسان توصیف کرده است که به گفته وی برای برآورده شدن اهداف خارجی ها انجام شده است. آقای کرزی همچنان اقدام نیروهای امنیتی برای از بین بردن مهاجمان را ستوده است. در این حمله مخالفان مسلح به هتل سرینا 5 شهروند کشور شهید و 4 شهروند خارجی کشته شدند. همچنان در این رویداد 6 تن دیگر زخم برداشتند. در میان شهید شدگان یک خبرنگار داخلی که با یکی از رسانه‌های خارجی کار می‌کرد، همراه با دو کودکش نیز شامل می‌باشد. حمله تروریستی شب گذشته بالای هتل سرینا تعدادی از هموطنان ما به شهادت رسید. در نتیجه آماری که امروز صبح ما از تیمای بررسی خود دریافت کردیم، کشته و شهادت 9 نفر از جمله 4 نفر که اتباع خارجی هستند، مشمول 2 زن، و شهادت 5 تن از هموطنان عزیز ما که شامل 2 طفل بسیار معصوم بیگناه و کوچک است، منجر به شهادت این افراد میشه. سخنگوی وزارت داخلی کشور میگوید که این افراد در بیرون از مرزهای افغانستان آموزش های دشت افغانی را فرا گرفته بودند. به گفته سخنگوی وزارت امور داخله، هدف از این حمله مخالفان مسلح مختل کردن انتخابات پیشرو است که بعضی از کشورهای همسایه نمیخواهند تا افغانستان به طرف پیشرفت و ترقی حرکت کند. این حمله ها باور مایی است که پیوند مستقیم با انتخابات پیشروی در کشور ما داره و دشمنان تلاش میکنه که با راه‌اندازی حملات تروریستی مردم افغانستان نسبت به آیندهشان مایوس بسازه. جامعه بین الملل به خصوص شورای امنیت سازمان ملل متحد به گونه جدی تقاضا میشه که اول در محکوم کردن این حمله با ما همگام باشه و در این زمان در شناسایی و از بین بردن کسایی که سازمانده این حملات هستند با مردم افغانستان کمک صورت بگیرد. تا بله بله چرا نه، بله شد. یک امر واجبی است، به خاطر از اینکه این همچنان از نگاه شرعی همچنان یک واجبه ملی ما است. بله چرا که ما در جنگ کلان شدیم، ما از تجدید نمیترسیم. یک هر مسلمان است که باید خودش رئیس جمهور خود انتخاب کنه که تا با این وطن خدمت کنه. یک گپ واضح است که منایس یک شهروند افغان به خصوص شهروند خود کابل انتخابات که است، آدم باید زعیم آینده خودش تعیین کنه، چون با یک گل بار نمیشه، همگی باید اشتراک کنه و این با فکر من موانع هیچ کس سر راه هیچ کس باید موانع نشه که مخالفین تهدید کنه یا هر کسی که دیگه تهدید کنه که در انتخابات شرکت نکنه، باید زعیم خود انتخاب کنه و باید در انتخابات شرکت کنه. یک ماه پیش از این حمله مسلحانه نیز چندین حمله کننده انتحاری و مهاجمان مسلح در وزیر اکبر خان شهر کابل بالای هتل لبنیز حمله کرده بودند که آن حمله بیشتر از 20 کشته بر جا گذاشت.